در جهان ورزش هر روز اتفاقی میفته. برنامه ما از این اتفاقات هست که شکل میگیره. سلام عرض میکنم و امیدوار هستم که فرصت تماشای برنامه امروز یک شنبه رو داشته باشید. تیم‌های اروپایی رفتند به کشورهای مختلف، مشغول آماده سازی تیم‌هاشون هستند. از چند روز دیگه مسابقات جوانان جهان فوتبال آغاز میشه که البته ما در اون حضور نداری. مسابقات شنای قهرمانی جهان در حال انجامه که ما فقط چند شناگر داریم که اونم قصه زیادی در کنارش هست که به موقع خدمتون راجبش صحبت میکنم. ولی وقتی به ورزش داخل ایران نگاه میکنم، همونجور که دفعه پیشم گفتم، دیگه خسته شدم. حالا این که میگفتن هر دم از این باغ بری میرسد تازه تر از تازه تری میرسد، حالا دیگه هر روز یه نفر کشته میشه. یه روز یه قایقران، یه روز مرد آهنین، یه روز یه کوهنورد. حالا دیروز شنیدم که یک وزنه بردار کشته شده، به قتل رسیده. یعنی واقعا جامعه اینقدر ناامنه؟ به حال اتفاقات زیاد هست. ضمناً دیشب قرعه کشی فوتبال جام جهانی 2014، قرعه کشی مقدماتیش هم انجام شد و این آقای کارلوس کیروش حریفاشو شناخت، به شدت هم شانس آورده در قرعه کشی. ولی همونجور که قبلا گفتم، کار ما، کار برنامه ما این نیست که کمک بکنیم، چون به اندازه کافی هستند، به اندازه کافی سرگرم میکنن، به اندازه کافی خدمت شما عرض کنم سر کار میگذارن، به اندازه کافی شوی فوتبالی دارن، مطالب فوتبالی مینویسن به اندازه کافی. من دیدم روی سایت ها حتی یه آقایی اومده بود و گفته بود بیایم پیش بینی کنیم که ایران در چه گروهی میفته، ببینیم چه جوری ما باید سرگرم بشیم. به اندازه کافی هست. اما در بین تمام این اتفاقات، اتفاقی که عجیبه، هیچ جوری از ذهن من نمیره، هرچی فیلم های این قهرمان، این اسطوره رو نگاه میکنم، بیشتر حسرت میخورم که چرا زودتر او رو نشناختم. بیشتر از این صدا و سیما بدم میاد که چرا از او یه گزارشی قبلا پخش نکرده بودن، از این کارهای بزرگش مردم رو مطلع نکرده بودند. اینها که برای چه میدونم یه بازی فوتبال دست سوم مثلا ایتالیا هم بالاخره یه فیلمی رو یه جا میدوزن و نمایشش میدن، چی جوری از چنین قهرمانی گذشتند؟ و حیف که حالا او از بین ما رفت. صحبتم راجع به لیلا اسفندیاری نازنین هست که در تصویر او رو میبینی. و دیگه از این به بعد اتکا داری به پاهای خودت. باور این که الان توی هیمالیا هستم یه ذره برام مشکله. هر لحظه دارم به بچه ها فکر میکنم، به پرسو، شیما، محشید، منیر، همه دخترهایی که حالا یه جورایی اسمشونو نمیدونم ولی قیافه هاشون همش توی ذهنمه. به نتیجه کار خیلی امیدوارم. میدونم که کار سختیه، باید سی تلاش خودم بکنم و اینو قبول بکنم که اگر هم نشد تلاش ارزشمندی بوده. من در طی این سالها خیلی سختی کشیدم، از زمانی که کوهنوردیمو شروع کردم با یه دونه کوله پشتی پارچه‌ای که مال ندا بود و کفش کیکرزی که مال ویدا بود و وقتی خراب شده بود جناب به من چشم بر رو اومده بود که کلی حال منو گرفته بود. من با اونجاها شروع کردم، من هم بدون کوله پشتی شروع کردم، با حقوقی که در ماه همش 5000 تومان برام میموند شروع کردم و یه موقعی واقعا بلیتم نداشتم که به خونه برسم، حتی نمیتونستم یه چایی بخورم اونجا. لباسام یا مال تاناکورا بود یا بچه ها بهم داده بودن، ولی خواستم و تحمل هرچی سختی توی زندگی باعث شد که الان اینجا باشم. و حالا جالبش اینه که
این آدمایی که دارن از این حرفا میزنن همشون فکر میکنن لیلا خیلی پول داره و همه ساپورتش میکنن، در صورتی که نمیدونن که همین لیلا خونش رو فروخته و الان تونسته که به این برنامه بیاد، 4-5 میلیون قرض بالا آورده و اگه برگرده ایران هیچی نداره. ولی همین آدما باعث بس تأسفه، هر کدومشون کار دولتی رو دارن، حقوق خوب میگیرن، مهمونیشون رو میرن، گردششون رو میرن، ولی من چی؟ کارمو به خاطر همین که بتونم به اینجا بیام و دست دادم. اگه آدم ها کوه براشون لذت بخشه باید یه جایی ریسکی بکنن دیگه، نمیشه که هم اینو داشته باشن، هم کار خوب داشته باشن، هم یه کشوری زندگی میکنی که این حرفا رو نداره. واقعا متاسفم از این طرز برخورد و این نگاه. ای کاش بتونم که یه روزی بهشون بگم که شما از ماشیناتون دل نکندید، اما من از خونم، از کارم، از آیندم، از جونم گذشتم و به این سفر اومدم چون دوستش دارم، چون این فضا رو دوست دارم، این فضا رو دوست دارم. فکر میکنم اگه قصد صعود کیتون هم نداشتم همین منازه برام کافی بود. اصلا دیوانم داره میکنه. حالا که لیلا اسفندیاری این پهلوان دلاور رو از دست دادیم، شاید یه لحظه بشینیم و بیندیشیم به جای این دور باطل، به جای الکی خوش بودن، به جای زیر پا گذاشتن تمام اصولمون، هر چی بهش اعتقاد داریم رو، به جای له کردن اونها و رسیدن به یک موقعیتی، حالا مالی، کاری، خوشگذرونی، چه میدونم، یه لحظه بیایم و از این اسطوره واقعی، از این اسطوره واقعی ورزش ایران چیزی یاد بگیریم. حیف شد که قبلا چیزی ازش یاد نگرفتیم، اما اگر دانا باشیم حداقل از رفتن لیلا، بعد از رفتن لیلا اسفندیاری، شاید بتونیم چیزی یاد بگیریم، و اگر یاد بگیریم شاید این بزرگترین دستاورد زندگی کوتاه اما سرشار از مبارزه و سرشار از اعتقاد و ایستادن به خاطر اصول لیلا اسفندیاری. لیلا اسفندیاری، ادامه فیلم رو خواهیم دید. لیلا اسفندیاری روز 31 تیر ماه 1390 در کوههای هیمالیا برای همیشه از حرکت باز ایستاد. لیلا وصیت کرده بود که اگر افتادم بگذارید بمانم، میخواهم بام جهان آرامگاه ابدیم باشد. زنی که به خاطر انجام یک مصاحبه بدون روسری، محبوبیتی نزد مقامات ورزش ایران و فدراسیون کوهنوردی نداشت. آنها که موفقیت‌های بین‌المللی ورزشکاران ایرانی را مصادره می‌کنند، در تمام این سال‌ها رغبتی به پوشش اخبار بانوی بی‌نظیر کوهنوردی ایران نداشتند. جستجویی در خبرگزاری‌های دولتی و آرشیف‌ها و حتی سایت فدراسیون کوهنوردی جمهوری اسلامی گواه بر این مدعا است. در سایتشان هیچ چیزی از لیلا نمی بینید. جایی که حتی خبر صعودهای تفریحی و دست جمعی به کوههای نچندان مهم شهر داده شده،
اما در باره تنهایی لیلای ایران در کمپ کیتو و در میان تیم‌های مجهز کوهنوردی اتریش، ایتالیا، آمریکا و کره جنوبی چیزی نوشته نشده است. لیلا یک خواهر دارد. او در دانمارک زندگی می‌کند. لیدا در گفتگویی در منزلش درباره خواهر بزرگترش چنین می‌گوید: دوربین را بر روی گام‌های نخستینش بر ارتفاع کیدو گرفته و با مردم حرف می‌زند. البته شما در ابتدای برنامه آن را دیدید. میگوید وقتی که شروع کردم کوله پشتی نداشتم. کفش و کیف کوهنوردی را قرض میگرفتم و لباس کوهنوردی را از تاناکورا. تاناکورا جاییست که اجناس بنجل و دست چندم را میفروشند. گاهی از صعودهایم که برمیگشتم پول کافی برای تردد نداشتم. خیلی وقتها پس از صعود نمیتوانستم یک فنجان چای بخرم. اما نخواستم متوقف شدم. حالا من اینجا هستم، زیرا زن ایرانی میتواند. لیلا 2 سال قبل هم به نشریه شیر زنان گفته بود وقتی برای دانشگاه انتخاب رشته میکردم پرستاری یا وکالت را دوست داشتم، اما پدرم نگذاشت. گفت میکروبیولوژی خوب است چون میروی داخل آزمایشگاه و کسی با تو کاری ندارد. خانم لیدا اسفندیاری از انعکاس این خبر در رسانه‌ها میگوید حالا بسیاری از مردم زندگی لیلا در ارتفاعات آگاه شدند، اما از زندگی زمینی لیلا اطلاع چندانی ندارند. ما خانواده‌ای پر جمعیت بودیم. او 13 سال از من بزرگتر است و اولین خاطراتی که از او دارم عشق او به درس و مطالعه است. خانواده ما به شدت سنتی بودند. دختران خانواده تمایلی به پذیرفتن این سختگیری‌های افراطی نداشتند، اما از مقابله با آن نیز عاجز بودند. لیلا همانطور که خودش هم گفته است ناگزیر به تحصیل در رشته میکروبیولوژی شد. من و مادرم نیز به همراه او راهی شمال ایران شدیم. با سماجت درسش را میخواند، اما هیچ فرصت و امکانی را برای نقاشی کردن از دست نمیداد. روی مقوا، حتی کوزه گلی، همه جا نقاشی میکرد. او در شمال ساعتها از زیر شیروانی خانه‌مان به کوه و دریا زل می‌زد. اوی داشت مسیر آینده‌اش را ترسیم می‌کرد. وقتی که تحصیلاتش تمام شد برگشتیم گوهردشت. یک روز با وانت آمد و بسته‌بندی کرد و رفت که زندگی مستقل خود را آغاز کند. استقلالی که خانواده هم بهای سنگینی برایش مقرر کردند، بیان که کوچکترین خطایی از او سرزده باشد. از دیدن من و حضور در جمع خانواده محروم شد. مردم بهتر از کسی را که دوست دارند همه چیزش را بدانند. لیلا اما مخفیانه می آمد و به من سر می زد. آخرین دیدار حضوری من در سال 2000 و در فرودگاه بود که من برای همیشه از ایران خارج شدم. او در اتاقکی 6 متری زندگی می کرد بدون حمام و آشپزخانه و امکانات اولیه زندگی. کوهنوردی را هم همینطور شروع کرد. با هیچ شروع کرد. یگانه سرمایه‌اش اراده‌اش بود. با وجودی که صدا و سیما و رسانه‌های ایران علاقه زیادی به انعکاس موفقیت زنان ورزشکار ایرانی دارند، اما در تمام این سال‌ها غیر از چند مورد گذرا علاقه‌ای به مطرح کردن نام لیلا نداشتند. او یک مصاحبه‌ای هم هنگام صعود به کیتو انجام داده بود و مسئولان ورزش به جای اینکه به موفقیتش بپردازند و هیمالیا نوردی یک دختر ایرانی را ستایش کنند، او را ملامت کردند که چرا روسری بر سر نداشته. هر بار که تظاهراتی صورت می گرفت به شدت نگرانش می شدم. روزی که ندا آقا سلطان را کشتند طبق معمول او نیز در خیابان بود. وقتی توانستم شمارش را بگیرم نفس نفس زنان گفت تو چرا خانه هستی؟ رفتی اروپا که بشینی توی خانه؟ مگر آنجا ایرانی ها تظاهرات ندارند؟ از خودم و همه کسانی که اهل ورزشند گله می کنم که چرا زودتر او را نشناختیم. هرچند که ما در این گوشه دنیا چگونه می بایستی او را می شناختیم، وقتی که نه در سایت فدراسیونشان، نه در صدا و سیمایشان، نه در هیچ جای دیگه اسمی از او نبود، اسمی از کارهای بزرگی که او می کرده نبود. مردم ما هم که دوست دارم برم ببینم که ایران به مالدیف چند تا گل میزند،
و اسطوره‌های قد و نیم قدشان را کنار هم بگذارند که سر این دارند دعوا می‌کنند که حق ما 800 میلیون تومان در سال است یا 1 میلیارد و خط نشان می‌کشند که همین است که هست. قبل از اینکه ادامه تصاویر مربوط به شادروان، زنده یاد، اسطوره لیلا اسفندیاری رو ببینیم، شاید برخی بگویند که به هر حال ایشان همه ورزشکاری بوده، شاید برخی بگویند که مثلا از لیلا اسفندیاری ما خیلی گفتی. ما از لیلا اسفندیاری خیلی کم گفتی. ما اگر 100 تا برنامه دیگمونم به او اختصاص بدیم از نظر برنامه ورزشی کمه. لیلا اسفندیاری خانواده متعصبش رو کنار گذاشتن، باز صبر نکرد. لیلا اسفندیاری فدراسیون باش خوب نبود، باز صبر نکرد. لیلا اسفندیاری به خاطر هدف والاش، اصلا شما حالا تصاویری که از این به بعد میاد نگاه کنید، واقعا دل میخواد، واقعا جگر میخواد توی این برف، توی این بوران، ارتفاع 8000 متری مجسم بفرمایید. مجسم بفرمایید ببینید که میتوانید حتی 30 ثانیه‌اش رو تحمل بکنید. بعد باید خونش رو بفروشه. بعد یک آدمی با این ابعاد، با این عظمت تو استادیوم فوتبال راهش نمیدن. شنیدم در خبرها از داستان، یعنی داستان که جرس کنم، از تراژدی مربوط به لیلا اسفندیاری دور نشیم. در خبرها شنیدم که یک شناگر ایرانی مجددن به نام آقای علی رضایی به خاطر اینکه در گروهش یک حریف اسرائیلی بوده است، ایشان سر باز زده از شرکت در مسابقه. البته اونجوری که اخیراً مد شده، اونجا گفتن که علی رضایی حالش خوب نبوده، من دستش درد میکرده، پاش درد میکرده، به هر حال تمارز کرده، دروغ گفته به دستور مسئولینش. اما در ایران میگویند که این به خاطر عدم رویارویی با شناگر رژیم اشغالگر صهیونیستی چیه 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 چی در این مسابقه نبوده. آخه هر جا میرن، چه وزنه برداری چه کشتی، اینا تازگی دروغ میگن. اگر شما پایبند به اصولتون هستید، اگر شما اسرائیل رو به رسمیت نمیشناسید، به درک یادم نره المپیک به خاطر آرمانش. اینم من نمیگم، من در صفحه فیسبوک آقای علی رضایی که این یه عکسی از اون صفحه، دختر خانمی از ایشون به ایشان گفته تو هم که هر جا میری تنی به آب نمیزنی، با در واقع کنایه گفته. آقای علی رضایی هم جواب دادن که والا به من مربوط نیست. خب سیستم، هر سیستمی یه خط قرمزایی داره، هر آدمی خط قرمزایی داره، در عالم سیاست، در عالم ورزش، در عالم هنر، خط قرمز هر آدمی برای خودش داره. یکی میگه نمیدونم قانون اساسی خط قرمز منه، یکی میگوید من در ورزش ما با اسرائیل مسابقه ندادنمون خط قرمزه، که البته گاهی اصولمون رو هم کنار میگذاریم. اما من وقتی که لیلا رو میبینم و میبینم که مثلا این دختر رو به استادیوم هم راه نمیدادن که شیرزنتر، قویتر، با استقامتتر، زیباتر، سالارتر تمام این ورزشکارا بوده، و این منظور اهالی دست اندرکار ورزش، من از هیچی کم نداشته، اینو راش نمیدن. یه سوال برام پیش میاد که ما مردم، من و امثال من، خط قرمز ما کجاست؟ چی به ما بگن که ما معترض بشیم؟ چی به ما بکنن که ما معترض بشیم؟ چه بلایی سر ما بیارن که ما معترض بشیم؟ خط قرمز اصلا ما داریم؟ به همان میگویند مغزتان، به فک فامیلای ما دیگه،
میگن مغز بی حجاب یه نمیدونم پنجم مغز با حجابه. چی نمیگیم؟ میریم اردو، میریم خارج، این مسابقه صخره نوردی است. قهرمان ما رو ببینید، خانم نگار خانم ما رو ببینید چگونه نشسته در حالی که بقیه در همون اردو دارن حالا مدیتیت میکنن یا تمرین میکنن. اصلا آدم واقعا جیگرش کباب میشه که این دختر اینقدر قریب نشسته با نمیدونم فلاسک چاییشه، نمیدونم، آدم احساس میکنه که توی گلم که میزنیم که پیرنامون و اشکال مختلف و این فوتبالیستا واقعا منو کشتن، که اصلا انگار اینا به غیر از این پولشونو این چی میگن چهار تا حیا کن رها کن و فکرم کردن که این تماشاگرهاش آقا شما پرسپولیس یه تیم محبوبه، هر کی توش بره مربی شه بازیکن شه اینا این مردم واسش هورا میکشن، امتحانش هم مجانیه، شما برید جلو پرسپولیس بازی کنید. اونا که امروز فکر می‌کنم مردم خیلی بهشون کمک می‌کنن رفتن مربی تیم‌های دیگه شدن، به پرسپولیس گل بزنید چیکارتون اینجوری نه. راستی فوتبال یه اشاره بالاخره مجبوریم بکنیم دیگه، چون شوهش حالا شروع میشه دیگه، حالا ملت سوار میشه، البته ملت خوشبختانه هیچ کی به این استادیوم اینا نمیره با این وضع فوتبال، ولی بالاخره تو تلویزیون اینا شروع میکنن که حالا قطر بهتر است یا بحرین بهتر است. تیم ایران قرعه کشی مسابقات رو دیشب انجام دادن برای جام جهانی که ایران در آسان ترین گروه افتاد، یکی از گروه های بسیار سخته که ژاپن و ازبکستان و سوریه درش هستن با کره شمالی. البته شانس دیگه، ما چیزی نداریم، امیدواریم هستیم میگم که بچه ها موفق بشن به شرطی که یادشون نره پهلوان اصلی ما لیلا اسفندیاری. استرالیا هم در گروه عربستان و تایلند و اینا افتاد که اونم گروه سختیه، من این تصاویر رو فقط به خاطر اینکه ایران رو ببینیم. قطر، بحرین و اندونزی اونایی که در فوتبال هستن تصدیق میکنن که این ساده ترین گروه ها بود، ولی خب بوده دیگه. اما اینا هیچ کدوم اهمیتی ندارد جز این که ما میتونیم تماشاشون کنیم، میتونیم لذت ازش ببریم. اما آقا جان بیاییم، ما یکی به من گفت شما خیلی میگه خدا وکیلی، یه خدا وکیلی هم نگیم چی بگیم، ما که رئیس و ارباب و رهبر و فلان اینا هیچ وقت نمیگیم که، یه خدا وکیلی اجازه بدید ما بگیم. خدا وکیلی بیاییم خط قرمزمون رو مشخص کنیم. الان ما داریم میریم آلپان کلاب پاکستان. اسکیوز می. آلپاین کلاب جان آیاره. آلپاین کلاب پرمیت صعود رو بگیریم. امروز روز پنجشنبه، فکر کنم به ایران میشه 20 بعد. یه سر دیر شده ولی دیگه چاره نیست. بعد از هر سال کوهنوردی هرچند با زمان کوتاه اما مفید برای از نظر خودم و داشتن یک تجربه ارتفاع 8000 متر نمیشه به این فکر نکرد که نمیتونی که دیگه این کار انجام ندی و تمام فکرت و زندگیت سوق پیدا میکنی به اون سمتی که تو میتونی بری و بایستی بری. صعود قله کیتو جزئی از خواسته های من بود و شاید از خیلی زمان قبل به کیتو به عنوان کوهی ویژه نگاه می کردم، اما شاید هیچ وقت فکر نمی کردم که روزی تصمیم بگیرم که بخوام تلاشی روش انجام بدم. بعد از صعود قله نانگا پاروات و حواشیش تصمیم گرفتم که روی قله‌ای ساده تر و یا شاید ویژه برای خودم تلاش بکنم که قله لیلا پیک بود، ولی متاسفانه به دلیل نداشتن اسپانسر و موقعیت مالی مناسب از طرفی نزدیک زمان صعود یه تصادف ناگهانی باعث شد که چندین ماه به عقب برگردم و مجبور بشم که یک استراحتی رو داشته باشم برای اینکه بتونم فعالیت بعدی رو شروع بکنم.